اعتراض‌های اجتماعی در ارومیه، پاکدشت، عسلویه، اصفهان، مریوان، همدان و سامان. قتل 6 نفر توسط مأموران انتظامی در استان هرمزگان. فشارهای ضد انسانی به 3 زندانی سیاسی در حال اعتصاب قضا در اوین. قتل 2 زندانی در زندان شهر کرد با شلیک گلوله دژخیمان. رانندگان تاکسی در ارومیه در اعتراض به افزایش قیمت سوخت دوشنبه 22 اردیبهشت با تجمع در مقابل استانداری رژیم در ارومیه اعتراض خود را ابراز کردند. کارگران اخراجی شرکت شیرالات قهرمان در پاکدشت صبح روز چهارشنبه 24 اردیبهشت در مقابل اداره کار رژیم تجمع و به اخراج بیش از 100 تن از کارگران این شرکت و پرداخت نشدن مطالبات عقب افتاده اعتراض کردند. در همین روز کارگران شرکت ذوب آهن انتینان در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق عقب افتاده در مقابل اداره کار رژیم تجمع کردند. کارگران پتروشیمی فاز 13 و 19 عسلویه در بوشهر روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت بار دیگر دست به اعتصاب زدند و با تجمع در مقابل کارخانه به پرداخت نشدن 5 ماه حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. جمعی از مردم مریوان در استان کردستان روز یکشنبه در مقابل پادگان نظامی رژیم در این شهر تجمع و به تیراندازی‌های بی‌وقفه از این پادگان آموزشی اعتراض کرده و خواستار انتقال این مرکز نظامی به خارج از شهر شدند. کشاورزان شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه 22 اردیبهشت در اعتراض به انتقال آب این استان راهپیمایی کردند. معترضان خشمگین در حالی که کفن پوشیده بودند می گفتند دست از جان خود شسته ایم و تا آخرین نفس خواهیم ایستاد. انتقال آب این استان باعث خشکسالی و از دست رفتن همه زمین های کشاورزی شده است. مردم محروم روستای آقبولاق همدان روز یکشنبه 21 اردیبهشت در اعتراض به نابودی باغهایشان توسط رژیم آخوندی در مقابل بخشداری تجمع کردند. صدها تن از کشاورزان اصفهان روز دوشنبه 22 اردیبهشت در اعتراض به ادامه قطعی آب منطقه زاینده رود و پرداخت نشدن خسارت به کشاورزان در مقابل استانداری رژیم در اصفهان تجمع کردند. مأموران جنایتکار نیروی انتظامی روز یکشنبه 2 نفر را در مسیر جاده سیرجان به بندرعباس به رگبار بسته و به قتل رساندند. در جاست نیز مأموران نیروی انتظامی به سمت یک خودرو در جاده میناب کلاهی شلیک و 4 نفر را به قتل رساندند. این گونه قتل‌ها به بهانه مبارزه با اشرار انجام می‌شود. دژخیمان رژیم آخوندی عصر روز دوشنبه 22 اردیبهشت 2 زندانی سیاسی به نامهای بهنام شیخی و حمید منافی را به دلیل اعتصاب قضا از زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل کردند. دژخیمان همچنین از آزادی زندانی سیاسی محمود اجاقلو که با وثیقه سنگین مورد تایید قرار گرفته بود به دلیل اعتصاب قضا در حمایت از زندانی سیاسی بهنام شیخی ممانعت به عمل می آورند. بنا به گزارش‌های دریافتی روز دوشنبه 22 اردیبهشت در زندان مرکزی شهر کرد بین زندانیان و مأموران جنایتکار یکی از بندهای زندان درگیری رخ داد. طی این درگیری 2 تن از زندانیان با شلیک مستقیم گلوله جان باختند.